خامنه‌ای در وحشت از ریزش نیروهایش و خشم فزاینده مردم دوباره ظاهر شد تا با دروغ و کوچکنمایی فاجعه هولناک هزاران قربانی به خاطر لاپوشانی را بپوشاند. مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. در همین روز نایب رئیس مجلس آخوندی گفت این بیماری شوخی بردار نیست که ما این گونه با آن برخورد میکنیم. الان بیمارستان ها برای مریض ها جا ندارند، روز به روز هم بدتر خواهد شد، اقتصاد و همه چیز مملکت را به هم خواهد ریخت. از روز اول باید قم را قرنطینه میکردید. ما تعطیل نکردیم و همه شهرهایمان را آلوده به کرونا کردیم. داره میکشه آقا. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته که تا چند روز پیش 12,000 نفر ناقل این ویروس هم. در حالی که علاوه بر منابع بین المللی، برخی رسانه های حکومتی هم فضاحت دروغ و لاپوشانی رژیم را برملا کرده اند، خامنه ای در منتهای وقاحت گفت در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن. یک رسانه حکومتی با اشاره به نمونه هایی از دروغ و لاپوشانی که موجب خشم و خیزش مردم شده است نوشت مسئولان کم به مردم دروغ نگفتند. این همه انسان در حوادث کرمان، تظاهرات آبان ماه و هواپیما فوت کردند. هیچ کس درباره آن پاسخگو نبود و هیچ آمار دقیقی از تلفات اعلام نکردند. در مورد همین بیماری کرونا تا روز آخر مدام میگفتند هیچ علائمی از این ویروس در ایران وجود ندارد. Thank you.